همونطور که هیپاپولوژیست تو لایوش گفته بود، آهنگای حالت پرواز دونه دونه میاد. آلبوم اکسپریمنتالیه، میخواد ببینه که چجوری جواب میده. و این داستانا یه ترک ازش اومده، هیپاپولوژیست و وینا، که به اسم لا مامورا. میخوایم بریم با هم گوش کنیم. یه نکته فقط این اولش یاد داره اشاره کنیم، 3-4 ساعت زودتر این آهنگ دست به دست شد. چرا؟ چون برای خریداران آلبوم ارسال شده بود. چرا پخش میکنید داداش من؟ تو که رفتی خریدی چرا پخش میکنی؟ چرا برای دانلود میذارید؟ اصلا چجوری بعد هی میگن ایران کاش درست شه، چرا ایران درست نمیشه؟ تو خودت ایرانی داداش من. کسی که دارین این کارا رو میکنید قبل از اینکه آهنگ میاد رفتید پلی میکنید، گوش میکنید، دانلود میکنید، برای خریدار ارسال شده. جالب اینجاست اون منبعی که پخش کرده بود پیجش هوادار هیپاپولوژیسته، 10K هم ممبر داره. اصلا چه جوری بعد هواداری تو؟ نمیدونم، بریم که داشته باشیم. چرا اینجوری به همون زل زده بود عمودو کی؟ واسا بلاد واسا بی چشه دافه سب سره واسا بی بوله خلاف کردم دوتا لاماری واسا بلاد واسا بی به چه چشش سب سر از واسا بی. واسا بی که میدونید چی دیگه، جالب اینجاستی که گرون ترین گیاه های دنیا هم هستا، بغل سوشی موشی و این داستان ها میخورن، تند مزه است و سبز رنگ، سبز روشن هم هستی، یعنی به چه چشش سبز همچین روشنه. چشه دافه سب سر واسا بی هم تا بچ نگفت، ما عادت کردیم های اینا انقدر میگن ادبیات اینجوری شده. عذرخواهی میکنم چه شاید دافه. اوکی پول خلاف کردم دوتا لاماری، دو سال زندگی میکردم تو استانبول قاچاقی، رپ هم شده برا چبی دی ام تی خالص، اومدم بالا تکی الان تیمت زیر ما. دی ام تی که یه مواد مخدریه و تا جایی که میدونم مصرفش اینجوریه که تو باید با مربی و اینا بزنی و همین بود یا یکی دیگه بود نمیدونم، مثل که یه حسی مثل مرگ بهت میده، یه توهمات خاص خودشو داره و اینها. زندگی خیلی عوض شده بعد این داستان. فکر میکنم عرفان پایدار یک ولاگ راجع به این گذاشته بود، میتونید برید تو چنلش ببینید اگه اشتباه نکنم. اما اینجا که پولم خرج شد لاماری، من فکر می‌کنم ماشینی چیزی بد باشه دیگه، چون لاماری چند تا چیز ما میشناسیم، یه دونه اون ماهی است که لاماری اینجوری نمیشه، یکی هم که کندریک لامار اصلا چیکار داریم، نمیتونیم با پول خراب کندریک لاماری ربطی نره. ماشینی چیزی باید بشه، من خیلی اطلاع تو ماشین پاشین نرم، بذار اصلا این سرچ بکنم. لاماری هم نوشتم، لاماری ایما یا همچین چیزا، یه ماشینی آورد و پول خلاف دو تا ماشین گرفته دیگه و دو سال قاچاقی زندگی کردم استانبول. فکر می‌کنم کمتر بوده ویناک قاچاقی استانبول بودی، ولی یه تایمی قاچاقی استانبول بود. رپم شده برات چبی دی ام تی خالص، اومدم بالا تکی الان تیمت زیر ما، میخونم تا وقتی که توی ریه ویدنابه با اکیپم میدیم ریلی ادامه بیان قیافم و شبیه کام ریه ویدنابه ریلی ادامه تمیز آنابیس شده قیافه نگی واسم چون چاقالیت پره چاقا. موزیکو میدم بیرون بشی آنالیز کنش، منیجرم کار داشتیم بالا هیلتونه در و دافاست با منیجرم کار داشتید بالا هیلتونه، هتل هیلتون اینا بد بشه دیگه. بک وکال هم گفت نردسین کجایی؟ ترکیه. و منیجر شانسیف دیگه اگه اشتباه نکنم دیگه ترکیه است. شاتات تو شانسیف کنش، منیجرم کار داشتیم بالا هیلتونه. البته گفت کار داشتیم، نگفت کار داشتین. کار داشتیم هم مثل داداش میشه، اونم لفظ ترکیه، داشی داشی نه کار داشتیم. در و دافا اسکورپیان کجدومم داشی اسکورپیان لباسامون است در دافا اسکورتیان. اسکورت به معنی هرزه میشه دیگه، سایتش هم هست و اینا، چه اینجا چه جاهای دیگه میتونید اسکورت بگید. فکر کنم منظورش اینه، حالا اگه چون اون اسکورتی که یعنی اگه اسکورتشو میکنم فکر نکنم منظورش این باشه، منظورش اون اسکورته. اسکورتیان کجدومم داشت یه اسکورپیان لباسامون معنی دیگه نمیده این اسکورته، اگه میده بنویسید من تو همین حد بلدم. اسکورپیان کجدومم داشت یه اسکورپیان. خیلی داریم پاس میزنیم ولی تازه دقت کردم یه همچین مشروب 2 لیتری بغل کرده، شراب 2 لیتری آقای هیپاپولوژی. داشت یه اسکورپیان لباسامون استوک میشن، پرچمم قرمز مس ترکیم،
همینجوره ترکات. بچی چه جوری به ذهن ویناک میرسه با اسکورتی و اسکورپیان که همون عقرب که میگه کجدومم نیش داره دیگه، زهر دار. بعدش هم لباسامون که استوک میشن مس ترکیم. چه جوری به ذهنت میرسه یزی تو تایمی اونم تو رپ فارسی که خیلی ها دارن داد و باد و راد و اینا رو با هم قافیه میکنن؟ بنازم پسر لولت بالاه ولی کلش آف کلنز نمیریزه پلنام به هم یادش بخی مود نبوده زمان ترپ یادش بخی می پلن مود لیبلتون واسه لیبلم خورد ماموره گرفت تست الکل حال لیبلتون واسه لیبلم خورد. یعنی ما اینجوری به صف وایستاده بودیم لیبلی، اونا به صف رو زانو لیبلشون لیبلتون واسه لیبلم خورد ماموره گرفت تست الکل حالم تخمی شبی فیس جک کتابی دستم Wait a minute تخمی شبی فیس جک تست الکل حالم تخمیه مثل فیس الکل با گیم که اولش گفت گندم قافی است. من نمیگم، ویناک میگه فیس گندم چی داری؟ ماموره گرفت تست الکل حالم تخمیه شبی فیس جک کتابی دستم حسابی مستم به چا میرخسم به چاقی هستم. آجی سیلاباش برات هوک داستانم خیلی تمیزا. کتابی دستم لامعمورا، حسابی مستم لامعمورا، به چا میرخسن. اینو گفتی اگه شما کنم لامعمورا به چاقی هستم لامعمورا. ای بی سی دی بود یه جورایی دی، فول بود. ایوان کتابی دستم لامعمورا، حسابی مستم لامعمورا، به چا میرخسن لامعمورا، به چاقی هستم لامعمورا. میگن تو ترپ فارسی کلوفتی ها استخر ویلا داف کلور میخواد، دوتا داف باید برگ میان کولومبی. چکا به استخر داشتیم بیا استخر ویلا داف کلور میخواد، دوتا داف باید برگ میان کولومبیا، زیرش بندک گرفتی تو بود بیا تو الک روشنشگری تو بوری هم بیار بعدش بچسبه. چیکار با آب سخت داشتیم این وسط؟ الان یکی میاد مینویسه منظورش اینه که رپ فارسی اون استخر آب داغ است، من کلوره اومدم تمی دیرش بندک گرفتی تو بود بیا توی الگانس گرفت با مأمور عکس ما رو ول کرد، بعد گازو چسبون رفت کاغان بیت زد روش تپ خوندم اگه خاکی بیار حاج محمود سنگ ناراحت نشو. اگه خاکی حاج محمود سنگ بیاره چی شد؟ کلور میخواست تو ترپ یک بود، رفت تو الگانس عکس گرفت ما اونا، بعد اون لاماها بیت زد از شیکاگان سروش روش ترپ خوند. چرا؟ تو خوشگل شرمنده دوست دخترت اومد با پرچم بلاد، خودم نه رفیقام هستم تران، علوم میدم موزیکامو پنجشنبه ها تران نیستم شده دلم تنگ، هنو پنجشنبه ها میخواد دلم سنگ نمیخوام باشی. آجی چقدر ورس سروش بده، اصلا نمیگیرمش. چی شده اصلا؟ شده دلم تنگ، هنو پنجشنبه ها میخواد دلم سنگ نمیخوام باشی شبی من یه درصد، چون ارجه یه بار بزن به لسد میره اکسپلور میذارم پوستر بار دفت پشت. یه بار بزن به لسد میره اکسپلور میذارم پوستر بار دفت پشت کرد بهم شدم گود بردار، یک بودم به میاد مثل کت شلوار پشت کرد بهم شدم گود بردار، یک بودن به هم میاد مثل کت شلوار خوش کردم شدم گود بردار، یک بودم به میاد مثل کت شلوار، دو تا داف وامونه سه تا فیلم بردار تو هود را میره مثل ایلینا. چرا دو تا داف واتن سه تا فیلم بردار؟ برای موزیک ویدیوهای رپ فارسی که سه تا فیلم بردار نمیخوای؟ میخوای یا فیلم بردارا چیزن؟ دو تا داف وامونه سه تا فیلم بردار تو هود را میره مثل ایلینا، پسر تکس میخواد ولی بیبی تمزا موش قرمزه بهش میگم سکسیره، کاغام میگه که نداره جی بی ال شاد کتابی دستم. ببین اصلا ورسه اینجوری بود که انگار یکی پرش ذهنی داره ورس مینویسه، موهاش قرمزه بعد از اینکه مثل ایلیان و مثل آدم فضایی ها را میرم تو خیابون، داداشت عکس میخواد اگه شما نکنم گفت و بیبیت امضا، بعد این وسط موهاش قرمزه بهش میگم سکسیرد، که هیچ وقت سکسیرد و واسه تعریف کسی نگین، حالا قدیمایی کم فرق داشت واسش، الان دارن با این کلمه بازی میکنن که اسم اون رپر سکسیرد هم هستی تو بگی، که بگی سکسیرد مثل میمونه که بهش بگی که تو تخت کارش خوب بود بهش میگفتم بچی، میدونی چی میگم؟ چون معلومه دیگه سکسیرد
چیه داستانش. با این با اگه میخواین یکی تعریف کنیم با این چیز خودش فوشه، یعنی سکسی بودن از اون فیلمی که خودش پخش کرد بعد اون گفت دستم خورد وای فلان اینا، اصلا یک پکیج، اصلا نمیدونم چی بگم راجع به اون بشر. بعد از اینم که موهاش قرمز میگم سکسی رد، کاگان اومد گفت این جی بی ال شارژ نداره، که احتمالاً اسپیکر جی بی ال بوده قسم بزنن اشغال کنن و اینا. اوکی میگم سکسی رد، کاگان میگه که نداره جی بی ال شارژ، کتابی دستن لا مامورا، حسابی مستن لا مامورا، بچو میرقصن لا مامورا، بچوگی هستن لا مامورا، کتابی دستم. ببین خیلی میشه راجع به این حرف زد و انتقاد کرد و اینا، با توجه اینکه سگروشی پاپولوژیست، یعنی تو وقتی انتظارت از یکی بالاست، چون انتظار بالایی ساخته بی جامو تو خیابون راه نمیریم اگه که انتظار بالا داشته باشیم، که مثلا من اگه اومدم نشستم یه جا که قراره نوجوانها بیان رپ بخونن که انتظار ندارم بیاد قرص بزنه، میدونی چی میگم؟ من که قرص بزنه آهنگ قرصو عینه مثلا هیچ در اون حد بزنه، وقتی سگروشی پاپولوژیسته مدت ها میشه گفت یک رپ فارسی بود دیگه، همه لحاظ آهنگاش میترکید فلان، آهنگا توپینا و انتظار میبره بالا. اما درک میکنم چرا انقدر بده، و خودش هم گفت اون لایوش و اینا توضیح داد، اینا داره تست میکنه، یه جور آزمون خطا و ایناست که ببینه چه جوریه. پلی لیست من نمیره این آهنگ تا همینجا و بذار ادامه‌ش رو بعد از شنیدن بریم. پازه صرفا برای فرض از قوانین کپی رایت بود، اما حرف زیاد بود. حسابی مستم لا مامورا، به چا میرخصم لا مامورا، به چاقی هستم لا مامورا. ببین این کانسپت لامامورا را من خیلی نمیفهمم، چون بس اینجوری که تو خلافکاری مثلا گرفتنت مستی گرفتنت، خب مستی لا به لای اونا، ولی اونجا نمیتونه به چاقی باشی، به چی اونجا قرار نیست برخصه گرفته باشنت اینا، مثلا توی مهمونی بودی مامورا ریختن یا اینا مامورن یا با مامورا پاری. این کانسپت را هم خیلی نمیفهمم، لامامورا میتونه سی چیز دیگه باشه، چرا لامامورا؟ ابهام زیاد ایجاد میکنه. واقعا نمیفهمم چرا به گاز پیکنیکی لا مامورا هم به چاقی باد میزنم. بی خیال اینو آشنا دارم، گیر نمیدم. یه پازیه بزنیم. اوکی خب لامامورا رو با هم شنیدیم. ورس ویناک خیلی بهتر از ورس سروش بود. ورس ویناک اینجوری بود که واقعا انگار یه کار مهمی اومدیم چیز کردیم زدیم بهتره که مثل همیشه امضامونه، کار بعد از همون نباشه از این حرفا. ورس سروش اینجوری بود که حالا بزنیم چی میشه، حالا اومد با حال و فازش گرفتم مثلا رو این که بودم این چسبید بده بالا، یه همچین حسی رو میداد. خیلی ویناک بهتر بود، سروش خیلی اون انتظاری که ازش داشتم نبود، جذاب نبود. من خیلی ورسای سروش حفظم و خیلی از آهنگاش دوست دارم، اما چند وقتی هست کارش خیلی به دلم نمیشینه. درک میکنم این داستانا رو که گفت، و یه داستانی هم بود سروش هیچ کس میگفت این یه ریمیکسه، البته خارجی ها بهش میگن ریمیکس، کار ضعیفی هم هست، هر چند وقت یه بار باید کار ضعیف داد، ولی رونده داره یه جوری میشه، نمیدونم شاید داره انتظارا رو میاره پایین که بعد یه چیزی دراپ بکنه که پشمامون بریزه. ولی حالا کلا خارجی از این مسئله، یه مسئله ای هست رپ فارسی داره به چشم میخوره و کلا یک مسئله ای که هست، یعنی تو هر کاراکتر و شخصیتی باشی وقتی داری یک مسیر حرفه‌ای رو طی می‌کنی میری بالا اتفاق میفته، و حس می‌کنم ته اون رو تو رپ فارسی داریم می‌بینیم کجاست. اونم اینه که تو زمانی که داری کار می‌کنی خیلی واسه این کار می‌کنن که خودشونو بین اون اثبات کنن یا خودشونو به خودشون ثابت کنن، و بعد از اون هدف تیک می‌خوره، نگاهی به بالاتر ندارن، صرفا اونو اینجوری بغل می‌کنن میگن ببین من اینم ها، ببین من اینم، ببین من دکتر شدم، ببین من پروفسورم فلانی، مثلا من یک رپ فارسی ام فلان، ببین بابا مثلا میگفتی ببین مثلا این کارو کردم فلانی، میدونی تو محل این داستان. و اگر تهت اون باشه تو ذهنت، تهت اونه، یعنی تموم میشی. و یه هنرمندم به هنری که داره، یعنی کار جدیدی که داره میده زنده است، و هر وقت اون نباشه هنرمندم نیست، یعنی عمر هنرمند اینجوریه. درسته که کار
براش میتونه موندگار بشن بمونن، ولی اینکه اون هنوز اون آرتیست هست به کار جدیدش. تو رپ فارسی ما داریم میبینیم خیلی ها، نه فقط سروش، حالا سروش این ذهنیت که تو لایو داد میتونه باشه، ولی نمیدونم آیا از رپ فارسی چیزای دیگری میخواد یا نه، چون رپ فارسی خیلی همون مسئله گنده نیست، گرچه که سروش اینا یه راه جدیدی وا کردن، اصلا رقم و اینا جابجا شد. و اکثرا فکر میکنم همینه تو رپ فارسی که نشون بدیم میشه یه اسمی در کنیم بشناسنمون، مثلا تو مهمونی ها میریم دخترها فلان این ور اونور اجرا زنده بذاریم. دارم میبینم خیلی از آرتیستایی که برای بار اول دوم میرن روی استیج ایرانی ها، بعد از اون کریرشون خیلی متزلزل میشه. نمیدونم، فکر میکنم فقط اونو میخواسته به اون رسیده و الان دیگه هیچ ویژنی نداره. و میگم تو ذهنت وقتی تو تهت اینه ته رویات همونه، یکم این بلند پروازیه و اینکه بخوایم تو چش همه بکنیم من چی هستم چی نیستم، شاید جلو خلاقیت رو بگیره. و اینو ما داریم زیاد میبینیم تو رپ فارسی الان، خیلی ها رو داریم میبینیم که دیگه اون کاراشون حتی اگه ایمپرشن هم داره اونقدی خوب نیست که قبل از اون بودن، قبل از اجرا اولشون خوب بودن. و فهم کنم این تبدیل داره به یه موزلی میشه و جا داره که یکم اینو ببرن بالاتر یا یه کوچولو فروتنتر باشن، میدونی. و جالب اینجاست که وقتی دقت میکنی به این بچه ها میبینی این داستانه رو، یعنی تا قبل از اون اتفاق اینجوری بود که همه رو فالو داشتن، حال میدادن، با زبون خوب جواب میدادن. الان اولین اجراشی که یارو میذاره جواب یه دسته خیلی زیادی رو، حتی اونایی رو که قبلا مثلا بهشون پیام میداد داداش باهم کار میکنی و نمیدن. این مسئله این خودگم کنی رو نشون میده، ببین من دیگه اینم، یعنی دیگه اون نیست. و این نمیذاره که تو یاد بگیری، نمیذاره که اون درهایی که از طریقهای دیگه میان وا بشه و همش نگاهای یه جا دیگه است. دره رو خود دره منم دادش، دره رو من باید وا کنم، میدونی، در نزن خوابم، میدونیم نیومدم در خونت، نه این حالت باشه خیلی از درا وا نمیشه، خیلی یادگیری اتفاق نمیفته، خلاقیت اینا میاد پایین. اینو فقط من نمیگم، خیلی ها میگن و هست، یعنی ببینی هست، هر جا که فکر کردی دیگه تهشه، دیگه تهشه. خیلی مهمه، هیچ وقت تهش نیست، ادامه داره این مسئله، ولی هر وقت فکر کردی تهشه، تهشه، چون تموم میشه ها. و اونجا آیا بعد ببینیم آیا اون شخص میتونه اینو تشخیص بده از این فضا بیاد بیرون یا نه، همونجا تموم میشه. اینو تو خیلی از آرتیست‌های بزرگتر هم دیدیم، ایرانو جابجا کرده بودن خیلی، و نه فقط تو آرتیست، تو چیزای دیگه هم میبینیم. خیلی مهمه داستان فروتن بودن. خلاصه خیلی سرتون درد آوردم، این مسئله بود که رو مخم بود، زیر دوش خیلی داشتم بهش فکر می‌کردم و داشتم آرتیست‌های مختلفو نگاه می‌کردم، دیدم آقا اینا همه بعد اجرا اولشون که به نظر میاد تهشین بود، بعضی‌هام تو مصاحبه‌هاشون و آرزو مینه اجرا بذارم اینه، بعد اجرای و این داستانه که میرفتن یه جمعیتی 1000 نفر 2000 نفری صدا میزدن اسم اینا رو شعرشون رو میخونن، کلن یکی دیگه شدن و آرته هم اینجوری شد. نکته ظریفی بود فکر میکنم. خلاصه این از این، دمتون گرم که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم لذت برده بوده باشید. نظرتون راجع به آهنگ چی بود؟ تا ویدیو بعدی، سی یو سون. خیلی لیمه، خداحافظ.